سلام به سمتنا خوش اومدین امشب قراره با من تارا به همراه منصوره سلام شب شما بخیر سالومه سلام دیرتر با اسفندیار منفردزاده آهنگساز و حسین خسرو جردی نقاش پیشتون باشیم هنر نزد ایرانیان است و بس چرا که نه کشوری که از هزاران سال پیش تا حالا پر از خلاقیت در زمینه های مختلف هنری بوده از بناهای زیبا تا تصحیب، نقاشی، خطاتی، قالیبافی، موسیقی و سینما اگه هنر بخشی از زندگی ایرانیا به حساب بیاد رابطه نزدیکش با جریانات و جنبش های سیاسی هم نادیده نمیشه گرفت از هنرمندان دربار تا انقلابی و هنر زمان جنگ ایران و عراق تا امروز هنرمندانی که در حراج ها و گالری ها و جشنواره های بین المللی کار نمایش میدن میفروشن و جایزه میگیرن اما این رابطه تا چه حد بوده و آیا از هنرمند باید انتظار داشت تا حتما موزه سیاسی بگیره؟ منصور شین هم داشتیم میدیدی تو هم همینطور گفتین این آهنگو میشنوین یا حالی میشین چطور؟ من اتفاقا جالبه که حال بدی نمیشم بخاطر اینکه وقتی که کوچیکی و این موزیک ها رو من یه کتاب چه داشتم که تمام سرودهای های انقلاب اسلامی توش بود میبردیم مدرسه و اینا رو با ما با اورگینال رو می‌زدیم می می‌زدیم می‌خوندیم و اینا برای اولین آهنگی که پخش شد بلاله در خون خفته دارم الان که داشتم نگاه میکردم فهمیدم میکنم چه تأثیری میذاره یعنی تو بدون اینکه متوجه بشی داری چی میگی فقط به خاطر اینکه یه موسیقیه و تو بچه ای تو مدرسه ای دوست داری اینا رو بزنی بخونی یعنی با این هنر اینو داره بهت به تلقین میکنه اه. میدونی من چندشون گوش میکردم گفتم الان به معنیششون توجه میکردم ولی بچه بودم نه فقط برای من یک سروده سرودی بود که دوست داشتم توی مدرسه اینو بزنیم بخونی و من یاد دقیقا دوران مدرسه دبستانم انداخت حتی شاید ندونی که معنیش چی بوده از کجا نه. میاد و هدفش چیه؟ تو همین آهنگو آره اتفاقا من همین الان داشتم هم فکر کردم که وقتی یه کاری خوب ساخته میشه درست ساخته میشه و خب تو اینو میشنوی شاید در مرحله اول فکر نکنی که چرا من دارم همینجوری اینو هی گوش میدم و چرا هر بار که گوش میدم دوباره انقدر برام خوشاینده به قول تو اصلا اون محتوای وقتی که ما بچه بودیم که خب خیلی مهم نبود اصلا چیه ولی انقدر این کار خب خوب ساخته شد و ده هنر توش بود که هنوز الان چندین سالی که ما داریم با خودمون خاطرش رو این برون بر میبریم دیگه امه. و خیلی رو... این ببخشید یه تلقینه. یعنی مثلا تو الان به متن توجه بکنی توی علم روانشناسی میگن وقتی یه چیزی رو تکرار بکنی ناخداگا رو تاثیر میذاره یعنی الان به متن این توجه بکنی داره چی میگه تو ناخداگا ممکنه واقعا همون چیزی که اون داره میگه رو بپذیری آره و هم از لحاظ گفتاری و شنیداری و هم از لحاظ بسری ما خب بالاخره انسانهایی هستیم که بیشتر اطلاعات و افکار و احساساتمون رو شاید خیلی وقتا از لحاظ دیدن بخصوص الان شاید شاید مثلا 2 سال پیش کمتر و رفته رفته اون ارتباط نزدیکمون با چیزای دیداری و بسری بیشتر شده و البته اینو خیلی مثلا وقتی کسایی که تو ایران نیستن میرن ایران خیلی تعجب میکنن که یه سری از نقاشی های دیواری ما رو که میبینن که شاید خیلی خشنن یا خیلی بد هم. کشیده شدن خیلی یا حتی بعد که بعضیشون اتفاقا از بیشتر فکر کنم اول انقلاب خیلی از هنرمندای خیلی سرشناس بودن که داشتن یه همچین چیزهایی میکشیدن ولی برای اونا یا شاید تعجب میکنن میگن که

چمران اینقدر بد کشیده بودنش امه. که من همش میگفتم آخه این اصلا این شکلی نبود چرا این شکلی امه. کشیده یعنی به طرز زیبایی هم نبود ولی این حرفی که راجع به نقاشی در و دیوار ایران ما میزنیم به خاطر اینه که من فکر کنم خیلی آش یادگار و مونده از اون دورانیه که به حال جنگ بود بین ایران و عراق و حالا یه بحثی که پیش میاد اینه که آیا اون هنرمند یا اون نقاشی که اون موقع میرفت اون نقاشی ها رو روی دیوار میکشید امه. آیا بهش میگفتن که برو این نقاشی رو روی دیوار یا اینکه نه یه یه حرکت خودجوش دافت طلب بود که بره و مثلا روی این دیوار نقاشی بکنه برای اینکه حالا به حال نمیتونیم منکر این بشیم که به هر حال تبلیغات میشد همه در اون موقع میخواستن که مردم بتونن تحمل بکنن شرایط جنگ و هر کشوری جنگ بشه در حال بعد یه بله. اتفاقاتی توش بیفته که مردم بتونن تحمل بکنن شرایط ولی وقتی که پای هنرمندها وسط میاد مثلا اون کسی که میره چند میدونم این کار تو مدارس پخش میکردن که ما پول توش بریزیم شاید هیچ وقت بعدن کسی از اون کسی که اون رو پخش میکرده نپرسه که تو داوطلب بودی که این رو پخش بکنی یا اینکه نه مثلا یک ارگانیت رو استخدام کرده بود ولی همیشه وقتی هنرمند پاش وسطه بعد از یه مدتی آدم این سوال برش پیش میاد که وقتی مخصوصا وقتی از اون دوران میگذری که مثلا آقای ایکس شما واقعا باور داشتی که امریکا اوه. یه اسکلت باور داشتی که پشت تمام این داستانا مثلا آمریکا سما باید اون دقیقاً بحث تو برمیگرده به اینکه اصلا ما داریم هنر رو تو چی تعریف میکنیم آیا ما داریم میگیم که هنر یعنی اون چیزی که آن چیزی که یک دریچه ای باشه به مسائل اجتماعی ما آیا هنر گزارشی از وقایع روز آیا هنر مسئولیت داره آیا هنرمند شاید مسئولیت داره که پیغامی بده یا چیزی رو برای بقیه توضیح بده باز کنه نقد کنه و توی همه این تعاریف نظریات خیلی مختلفی هست شخصا من فکر میکنم بالاخره ما حالا داریم راجع به هنر میگیم بحث هنر بحث چندین حرفه داریم صحبت میکنیم خیلی نمیشه کلی گویی کرد ولی در هر زمینه و در هر رشته ای هنر تقسیم بندی های جدایی داره مثلا شما در نقاشی هنر عامه داری هنر انتظایی داری هنر این داری هنر مفهومی داری هنر اعتراضی داری مثلا در موسیقی شما آهنگی داری که باش میرخصی آهنگی داری که رپ اعتراضیه و یه سری این تفکیک بندی ها هست که من فکر میکنم توی جوام غرب و خارج از ایران به اطلاع من بیشتره یعنی شما مثلا از بریتنی سپیرز توقع ندارین که قرار شما رو برخصونه قرار سرتون رو گرم کنه ولی مثلا آقای کانی وست میاد و یک رپ میخونه یا رپ میکنه و داره کاملا تمام ساختارهای اجتماعی رو داره نقد میکنه توی اینا احساس میکنم این تفکیک بندی به این راحتی وجود نداره تو الان داخل اینا داری میگی یا مثلا هنرمندای خارج از ایران ایرانی هم داری میگی من همه رو گفتم ولی فکر میکنم ولی تو که من فکر میکنم که هنرمندا این خودشون انتخاب میکنن دقیقا الان مثال بیتنی اسپرز داریم و خواننده هم داریم که ما ازشون انتظار نداریم که مثلا آهنگ سیاسی بیان بخونن چون ام. همیشه سبکشون رو خودشون انتخاب کردن مسلما نقاشی هم داریم که خودشون سبکشون انتخاب کردن ام. که میخوان سبکی باشن که اعتراضی باشن ام. یا سبکی میخوان باشن که به قول خودت پاپ یا عامه باشن توی خواننده هم همینه یعنی من فکر میکنم توی ایرانم توی ایران یه مشکلی که هست این نظر من البته اینه که اگر شما حتی بیایید یه آهنگ اجتماعی هم بخونی ناخداگاه میان بهت که برچسب میزنن که شما سیاسی هستین <applause> و اون طرف دیگه اون برچسب روش خورده که این طرف داره سیاسی میکنه چون هنوز تشخیص اینه که راجبه چی صحبت بکنیم سیاسی حساب میشه راجبه چی صحبت ب... نکنیم سیاسی حساب نمیشه رو هنوز ما نداریم این نظر منه چون مثلا در مورد برنامه خودمون هم یادمه که مثلا یه چیزی نشون میدادیم سری میگفتن چرا نشون دادی؟ این سیاسی بود در که مثلا سیاسی نبود قیمت توت فرنگی بوده قیمت توت فرنگی رو... بگم که میگی سریم میگفتن ام. کی داره میگه این مهمه که ما نگاه کنیم باونیم. تاریخچه سیاسی بودن هنر از کجا میاد اولا که فقط ایران نیست داشتیم قبل از برنامه صحبت میکردیم هنر معمولا از یه ارگان مثلا دینی مثلا وقتی که هنرهای کلیسا و رونسانس بعدن یا هنر, هنر هنرهای سلطنتی یا هرچی معمولا بالاخره هنرمند بعد از یه جا حمایت بشه ولی در دور انقلاب همون جنگو که صحبت کردیم خب از هنر خیلی استفاده شد برای توحید مردم برای مقابله با یک اتفاق خیلی خیلی فجی و خیلی نمیدونم عظیم در تاریخ مملکت اما در همون دوره این شکل گرفت و بست گرفت و تبدیل شد به یک به یک سازمان یعنی ما وقتی حوزه هنری رو داریم ما وقتی که سازمان تبلیغات اسلامی رو داریم داریم شروع میکنیم خیلی سیستم، سیستماتیک استفاده میکنیم و میگیم هنری خوبه که داره یک سری پیغامو میده یا داره از یک سری ایدئولوژی داره اونها رو تایید میکنه من فهم میکنم این باعث شد که به شدت و به سرعت هنر ما سیاسی بشه نه که قبلش نبودا به من یه سال برام اینجا پیش اومده وقتی که میگیم یه هنری هنره اصلا هنر سیاسی شده یا که باید پیام داشته باشه اونطور که تو میگی من میخوام بگم که یعنی اگر یه هنرمندی بخواد یه کاری ارائه بکنه و نخواد توش پیام سیاسی داشته باشه یا نخواد کسی رو ارشاد بکنه آیا واقعا اون آدم نمیتونه هنرمند باشه من میگم پیام سیاسی داشتن یا نداشتن یا پیام اجتماعی اصلا حرفم اینه ام. من میگم یعنی اگر یک هنرمندی رو ما مخاطب که توی سالهای اخیر به شدت سیاست زده شدیم اگر ما مخاطب پیام سیاسی اون حرف هنرمند رو نگیریم آیا میتونیم بذاریمش در لیستی که خب خیلی خب حالا تو خیلی هنرمند نیستی یا یه ذره مثلا کمتر از اونی هنرمند هستی که به طور مشخص میگه چه پیام سیاسی داره من یه ذره نه اینکه بخوام بگم اون بده ام. یا این خوبه من میخوام بگم آیا واقعا یک هنرمند یک کسی که ام. تصمیم میگیره خواننده بشه، نویسنده بشه، ترانه بشه، هر کدوم از این هنرها آیا موظف در برابر جامعه اش که حتما یه چیزی ارائه بده مم. یا نه واقعا هنر به صرف هنر همون حرفی همه. که همه. در ادامه صحبتت بگم که ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی دقیقا میره توی همین و فکر کنم چون تو تاریخ فرانسه باز نقاشی ها و هنرهای بسیار و سیاسی زیاد حتی داشتیم که بسیار سیاسی بودن آره و دقیقا همین مقوله هنر برای هنر یا arts for arts sake و بیان میکنه و اون نه تنها میگه که اشکالی نداره که هنر پیام سیاسی اخلاقی اجتماعی نداشته باشه بلکه اصلا نباید داشته باشه یعنی هنری هنره که تمام این ساختارها رو بتونه ازش بیاد بیرون یعنی میگه نباید سیاسی باشه اصلا نباید نه اخلاقی نه سیاسی یه یعنی هنر داره, داره. مثلا من, <تصفح> <تصفح> من با حرفش مثلا نمیخوام بگم مخالفم <تصفح> ولی وقتی که تو اسمت میفته سر زبونها ها و طرفدار پیدا میکنی ام. مثلا آقای ایکس خانم ایگرگ دوست. میلیون ها طرفدار داره ام. ناخداگاه مثلا اتفاقی مثل جنگ که میفته ام. یا هر اتفاق ناگواری که تو کشور میفته مسلما اون طرفدار دلش میخواد که به خصوص تو کشورهایی که خیلی سر شم سرکوب شدن ام. دوست داره اگه خود طرف نمیتونه حرفشو بزنه اون هنرمندش حرفش حرفشو بزنه پیامشو برسونه برای همین من فکر کسی که خودشو گذاشته این وسط که این هنر منه و این طرفدارا رو داره یه چیزی هم که باید در نظر بگیریم حالا نمیگم در مورد همه کسی که یهو اسمش خیلی میره بالا بیشتر مردم دیدن میدونی منظورم چه مردم دیدنش مثلا یک خواننده ای که این همه طرفدار داره به خاطر اینکه مردم هی گفتن مثلا آقای ایکس آقای ایکس آقای ایکس تو یعنی اشخاصی بالا. که طرفدار دارن حالا حتی ممکنه, ممکنه، نمیدونم هنرمندم نم نباشه یعنی تو می کسایی که ستاره و کسایی که توی چشم هستن بلاخره یه وظیفه دارن چون شاید اصلا اگه به خاطر مردم نبود هیچ وقت به اون موقعیت نمی رسیدن من فکر کنم وظیفه اخلاقی دارن شاید مثلا وظیفه کاریشون ایجاب بکنی یا جاهای بکن، سری چیزا رو بگن سری چیزا رو نگن اه. ولی وظیفه اخلاقیشون به نظر من اینه که به خصوص واسه جامعه هایی که مردم بشد خیلی حرفا رو نمیتونن بزنن به نظر من باید حرفشون رو بزنن ببخشید من یه ذره با حرفت مخالفم من فکر کنم درسته که هنرمند رو مردم میارن بالا اما البته نه لزوم نه اگه هنرمندی, هنرمندی هستش ام. که یه وقت یه شعر سیاسی خونده یه کار سیاسی کرده اون وقت مردم اومدن اون شعر سیاسی رو دوست داشتن من با حرفتون میتونم موافقت بکنم ام. اما هنرمندی که هیچ کدوم این کارا رو نکرده یک بازیگر بوده یک نقاش بوده ولی مردم کارش رو دوست داشتن و اومدن و حالا طرفدار اون شدن چرا این وظیفه اخلاقی میره روی دوشش که بعدا اگر یه اتفاق سیاسی افتاد بیاد و حرف مردمش رو بزنه که نمیتونن بزنه به این چی میگی؟ شاید چون نه. اصلا شاید چون اون هنرمند مردم هنر اون هنرمند رو دوست دارن دلیلی نداره که اون هنرمند مثلا نگاه سیاسی اون مردم رو دوست داشته باشه یعنی مثلا اگه هنرمند اگه, اگه از از شما توی آمریکا دارم. باشی خب مثلا دو تا حزب هست شاید جمعنی من از حرف تو اینه که اگه مثلا من یک خواننده رو دوست دارم و دینش ساینتالوجیه یا مثلا یک یا چه میدونم یه حزبی رو دوست داره که یه حزب عجیب غریبی و من دوستش دارم تاییدش میکنم این دلیل نمیشه که از اون آدم حمایت نکنم یا خوشم بیاد یا خوشم نیاد ولی توی شرایطی که شاید یه خورده از لحاظ سیاسی خفقان آورتره تو شرایطی که هر کسی تریبون نداره هر کسی حتی مخاطب نداره شاید تو اون شرایط میشه که ماها این بینی که گذاشتیم حتی خیلی بزرگتر بزرگتر میشه و ما توقعمون میره بالاتر به خصوص شرایط جنگ مثلا جنگ ویتنام نمونه بود که اتفاقا یه مثال ام. از جنگ ویتنام بزنم و اتفاقا حرفش رو قبل از اینکه بیایم اینجا بشینیم داشتیم میزدیم که بله جنگ ویتنامی که از اون چیزایی بودی خب بسیاری از هنرمندا اومدن و دخالت کردن مثلا من میدیدم که همون سال جان لنون که خواننده بیتلز از خواننده معروفش از این اعتصاب کرد و توی رخت خواب مون در اعتراض به اینکه خب من موافق جنگ نیستم و میخوام که یه کاری بشه که صلح اتفاق بیفته ولی من راجع به همین ایشونم هم میخوام اینو بپرسم که اگه این کارو نمیکرد خب این خیلی سوال مهمیه آیا طرفدارایی که داشت رو از دست میدادی یا آیا مثلا اینکه یه عده طرفداراش رو میخواستن تظاهرات میکردن بر علیه ایشون که آیا چرا شما تو این مساله دخالت نکردید نه ولی اگه میگفت برین جنگ ممکنه آره من میگم اگه موضع نمیگرفت چی من میگم این اگه هنرمندی و خوانندگی خوشو حفظ یا هیچ موضعی نمیگرفت نه اینم خیلی عالی من نمیگم بعدیا خوبم میگم خیلی عالی که گفت نرین جنگ بکنی اما اگر که نمیگفت آیا اتفاقی براش میافتاد و چیزی که هست اینه که من احساس کنم تو شرایط فعلی ایران اگر یک هنرمندی موضع روزه نگیره این اتفاق براش میفته مخاطبونو قضاوت میکنه بحث و یاده نره چی میخواست بگی بحث و در همین شدت نگهداری. داریم داشتم توی مزمینه دیگه بدم الان مهمون اولمون میخواد بهمون ملحق بشه تموم شد دوره گوش کردن و ممیزی باید پخش شم الان بعد از انقلاب اشعار ترانه های قبل از انقلاب رو سانسور کرده اتفاقا یه دوست هنرمند میگو موت شده بود آهنگای سیاسی اصلا موت نشده بود بسیار در اقلیت چون آدم باور داشته باشه ایبی نداره ولی بازی بخواد بکنه دوتا میز و دوتا صندلی نمیشه خوش اومد آقای منفرد ساده متشکرم از دعوتتون خوشحالم اینجا هستم مرسی بود به همه بینندگان و مخاطبان این برنامه برنامه تون خوبه فرمت فکر کنم فکر خوبی کردید که بره جا بیفته و راه گشا باشه و این جدال رو به یک آشتی زیبا و انسانی برسونه کلی هم یادداشت <إن> برداشت کردن از طرف بله برای شما اینقدر گسترده مقدمه رو چی دید که من دیگه دل کردم رها کردم این یادداشت که چون نمیشه واقعا مسائلی است که هر کدومش خوبه که بنظر کافی راجبش صحبت بشه همین شروع کنم از این اشاره به این بس هنر نزد ایران هست و بس یه تعریف دیگه هم میشه کرد ازش که بسا یا بسی هنر نزد ایران هست بشه یه تعبیر مثبت گرفت از این یا معنی مثبت گرفت از این ولی خب صحبت نمیدونم به خودم شروع کنم یا پرسشی هست نه بفهم ما که حرف زیاد منتظر هنر در کل هنر چی هست خب هنر خلاقیت هنر خلق یک کاری چیزی که نبوده حالا کپی تکرار اینا خب خود به خود واقع در بنابراین هنر یعنی خلاقیت یعنی, یعنی خلق کردن از هیچ چیزی رو به وجود آوردن بدون استثنا تمام هنرها روی دو ریل راه میره یه ریلش صنعت اون کار اون هنره یعنی دانش و آگاهی تکنیک هایی که لازمه برای اون کار یه ریل دیگهش خلاقیته اون ریل اول که دانش و صنعت اون کار در مدارس هنری دانشگاه ها همه جا میشه آموخت اون ریل خلاقیت رو نمیشه آموخت ولی یاد میشه گرفت چگونه از مسائل جانبی یعنی بستگی خود اون شخص داره و نگاهش و میزان آنتنش که به مسائل چجور نگاه میکنه چی مطالعه میکنه هنرهای دیگر رو چقدر درگیرش میشه و به حال خلاقیت یک اه... چیزی نیست که بشه آموخت چون اگر میشد آموخت کامپیوتر میتونست هنرمند بزرگی باشه فردیه بله بسیار فردی و بسیار شخصی و حالا برمیگردیم به این انتظاری که از هنرمند شما در مطرح کردید خب به نظر من به این نمیشه گفت حالا یعنی هنر سیاسی یا اجتماعی یا همش یکی بگیم هنر بی تفاوت یا نقل قول از بزرگان کردید که هنر حالا اخلاقی بعضی دوست دارن بعضی هیچ تعریفی یعنی جایی که بگیم ما این آره اون نه به نظر من به غلط و خطا رفتیم هیچ وقت نمیشه مطلق گفت این کار آره یا نه و ماها چون یه جور فرهنگ شیعه اصناحشدی هم بر ما حاکمه دیگه بر من دلم میخواد که بگم این آره اون نه یعنی حرام و حلال در صورت ب... که ن... خوبه اینجور نباشه ام. ولی در سرزمین ما متاسفانه اینجور هست یعنی سلیغه یه منظورتون؟ اینقدر فردیه حتی ام. یعنی سلیغه منتها ام... پیش شرط هایی لازم داره که ما به اونجا برسیم ما همینجوری نمیتونیم اه... هنر رو بیایم تعریف کنیم که دولتی باشه یا ملی میشه که او بخش تقسیم کرد که این دو تا هم با سلیقه است یک آدمی حکومت رو انتخاب میکنه به قول معروف شیره میشه طرفدار حاکم میشه امتیاز میگیره هر به هر یا سلیقه این دو تا یعنی هنر رو شما داریم به این دو تا تقسیم میکنید بله در واقع در انتخاب راه می... سر راه کارورزان هنر و ادبیات این دو راهه یا دولتی هی. یا ملیه ده چرا؟ ده من, ده من چون با این مخالفم چون مثل الان به خصوص هنر خیلی معقوله بینون شده و نه نه به سرزمین نگاه کنید من وارد بیرون از مرز ایران دوست ندارم اصلا وارد بشم. نه تا هنرمندای ایرانی که دارن خارج از ایران کار میکنن و اصلا ممکن شما ندونین ایرانی, ایرانی. ایرانی نیست. ایرانی نیست. ایرانی نیست. ایرانی نیست. در بهترین شکلش ایرانی نیست. اگر ایرانی, ایرانی هست ریشه از اونجا داره اون وقت تو کارها مطلق نمیگم همه نیست. کارهای ایرانی که خارج از ایران شده اگر ایرانی باشه اون وقت میشه ارزیابی کرد و پیدا کرد کجاهاش ریشه ایرانی داره هنر اروپا فرض کنیم اگر موسیقی کلاسیک مجارستان کار میکنه بورژوازی هم کمک میکنه کار نداریم هنر دولتی حتی اون موقع است ولی اون دولت اون موقع کمک میکنه هنر رشد کنه موسیقی مجارستان موسیقی فولکلور موسیقی مجارستانی که کلاسیک میشه مال ما موسیقی کلاسیک ایرانمون چیه ام. میان دوستانی که حالا من اسم میبرم میان بیرون یا هر جای ایران اوکی سیمفونی کار سیمفونیک میکنن ام. ولی اصلا ایرانی نیست ولی شما میگیم باید, باید ایرانی هنر ایرانی باشه یا باید ملی باشه ملی نمیگم من ملی در باقر دولتی میگم ایرانی که هر دو باید ایرانی باشه یعنی هنر دولتی هم ایرانی نباشه میتونه نباشه خیلی من میخوام بگم این دوتا دولتی و ملی معنی حتی ایرانی و غیر ایرانیش هم توش نیست من دولتی و ملی رو چون دولت و ملت در کشورهای مثل ما همیشه روبروی هم بودند برعکس عکس جهان میگه مقایسه نکنیم در جهان آزاد بگیم اصطلاحا آزاد نیمه آزاد هرچی تعریف کنیم در این جهان دولت و ملت یا ملت ها و دولت ها در تقابل و هم نیستند دولت ها کارمندان مردمند یعنی ملت ها دولت رو انتخاب میکنن کارمندشون حقوق میدن که کارهایی که مردم میخوان انجام بدن کشورهای مثل ما برعکسه. ما انگار رئیس انتخاب میکنیم. یعنی مردم کارمند دولتن یعنی مردم مستخ یعنی رئیسن تمام دولت مردان رئیسن هرچی میگن حکم میکنن به ویژه این حاکمیت پس از انقلاب که متاسفانه حکومت ایدئولوژی که ما, ما تجربهش نداشتیم ایدئولوژی تبعیز آمیز هر ایدئولوژی حاکم بشه جز تبعیض کاری نداره انجام بده برای هوادارانش و مخالفانش مرشد. بخوام برگردم به اون حرفتون ببخشید بعد شما بخوام امیدوارم اینقدر نرین گشه دیگه که من نتونم سوال هم نه من برگردم به اون حرف اولتون که گفتین که کسایی که میگین ایران نیستن و دارن کار میکنن گفتین هنرشون هم ایرانی نیست مطلق نمیگم همه آه. توش اگر هنری پیدا کنیم کاری ارائه بشه که ببینیم این جنس ایرانی داره ارزش ایرانی داره اون تاچ اون, تا، اون چی میگن اون طعم ایرانی رو داره خب ایرانیه ولی نشون بدید به من نمونه نشون بدید تا صحبت کنیم راجعش این الان راجع موسیقی مون چون شما خودتونم خود. تو همین کار هست یعنی الان میگه موسیقی که مثلا تو لس آنجلس داره زده میشه ببینید آخه باز با موسیقی وقتی میگی ما صحبت باز تو شما دیگه نه نه اجازه بدید صحبت کردید شما صحبت یه هنر اون کسی که میزنه برای رقص و فلان اون هنر هست یا نه من گفتم الان دستگاه های کامپیوتر دیگه بچه جوان 6 ماه اصلا کلاس موسیقی لازم نیست برن حتی آهنگ سازی میکنن آیا این هنره یا نه این تکنیکه میزنن میرقصن همه هنر یا نه توی اینها باز میتونه جنبه از هنر باشه و نادیده گرفته بشه قاطی تمام اون شروشر دیسکو و چه میدونم رقص و مهمونی هیچم ممنوع نیست اینا زیباست جهان پس شما اینا یعنی شادی... رو دست بندی میکنی فقط میخوام ببینم منصوری چی میخواد ازتون من, من واقعا میخوام برگردم به اون حرفی که شما زدیم و گفتین که خب همیشه به لحاظ تاریخی حکومت ها ملت ها توی ایران روبروی همدیگه قرار میگیرن من میخوام بگم که یک هنرمند اگر که پس بخواد همراه با ملت باشه یا اون چیزی که من متوجه شدم از صرف شما کار ملی بکنه مقابل حکومت اگر بخواد کار حکومتی بکنه مقابل ملت ولی آه. هنرمندی که بخواد کار ملی بکنه آقای منفردزاده خب از کجا بیاره بخوره اگر نخواد ایران رو ترک بکنه یا مثلا توی ایران باشه آیا بعد یک نقاش یک موسیقی دان یک آدمی که هنرمنده و میخواد ملی بکنه کار ملی بکنه ولی درآمد زندگیش هم از این کارش میگذره از کجا باید بیاره بخوره و یا باید چی کار بکنه سوال من بیشتر اینه خب هزار کار ببینید حساب حکایت اینه کسی که خربوزه میخوره پای ارزش میشه اگر میخواد هوادار مردم و تجاوز حقوق به حقوق مردم مخالف اون باشه یعنی اعتراض کنه به تجاوزی که داره از طرف حاکمیت میشه به مردم در کشورهای مثل ما اروپا رو مقایسه نکنه امه. میشه اگر بخواد وایسه دفاع کنه از این مردم در مقابل تجاوز بها باید بده خب زندان رفته شکنجه شده ادامم شده من متوجه نمیشم که ببخش دست خواهی کنم در ولی من متوجه چراییش نمیشم چرا شما که تصمیم گرفتید که یک آهنگساز بشید و تصمیم گرفتید که خلاقیتتون رو در این راه ببرید و دوست دارید این کار بکنید من متوجه نمیشم که چرا بعد همه این مردم نگاه بکنن که حالا شما در کنار اونا هستید یا نه یا هر چیز دیگه میتونید شما کارتون رو انجام بدید شما میتونید کارتون رو انجام بدید خب منم از آهنگ که شما میسازید لذت ببرم دیگه حالا چرا باید اگر که میخواید که توی در برابر مردم نباشید کار نکنید خب چون که شما میگه دیگه نباید کار کرد اگه تو ایران هستی دیگه درسته خب ببینید این انتخاب دیگه ببینید من چجوری بگم نمیخوام ناله کنم من شاد بشم بوده که یخچال خونه منم خالی بوده بله رو... تحمل باید کرد چاره نیست من میتونستم بمونم در ایران و امتیازات زیادی هم داشته باشم مثل فرض میکنیم یا امثال من به یه انتخابه به نظر من آدم خودش انتخاب میکنه حق انتخاب با من هست حالا من منم کاری نکردم در واقع که مردم بگم به چه چه یا بیان نه من اون چی که باورم بوده باز این طولانیه من دارم می شاید جای فرصتی بشه میگم انقدر حرف هست برای گفتن و این رو خواهم گفت که چی شد که من اصلا به اون نقطه رسیدم که 22 بهمن اسمشو بذاریم اون نگاه و تمام مسائل چی بود این حالا شما از ترانه سعودی اینجا پخش شد اسم بردید که این مال همون مقطعه ای. این مال قبلش نیست بعد از انقلاب اون لحظه ایش که داره تغییر ایجاد میشه این مال اون موقع است حالا من نمیگم به هر دلیلی هر کسی این کار رو کرد ولی یه کاری از قبل شده بود آمان. این کارهای که از قبل شده بود ممکن بود اثر گذاشته باشه نمیگم اثر مثبت الزاما ولی هر آنچه بود رسید به 22 بهمن چرا رسیدیم به حکومت اسلامی این مهمتره خب این سوالا نگهداری. الان آقای خسرو جدی هم بیان اینجا و با هم دوباره بحث ادامه بدیم بسیار به قسمت دوم برنامه خوش اومدین آقای حسین خسرو جردی هم الان اینجا هستن من دانشجوی دانشکده هنرهای زیبای تهران بودم زمانی که مقدمات انقلاب ایران داشت فراهم می شد در مقابل این حجمه اتفاقاتی که داشت از هر سو به ایران وارد می ما تنها میتونستیم مقاومت بکنیم تنها میتونستیم به خلق آثار هنری بپردازیم خوش اومدین آقای خسرو جدی <laughs> من از شما یک سوال دارم بحث تا اینجا دنبال میکردین صحبت هنرمند در خارج از ایران شد شما الان خارج از ایران کار میکنین دلم میخواید خود راجع به فکری که میکنین موقعیتی که دارین صحبت کنین اول من سلام از میکنم خدمت شما و بینندگان بسیار عزیزتون و برای همه ایرانی ها در هر جای دنیا که هستن بیش از هر چیز و پیش از هر چیز آرزوی سلامتی میکنم شرایط بدی ندارم <applause> آره باش کنار اومدم اه ولی خب من بیش از هر چیزی تشنه خلق اثر هنری بودم و طبیعی جابجا شدن آدم های مثل ما که در یک سنی <applause> این اتفاق برام میفته م... کمی شبیه به یک فاجعه است اه. اه مثل جابجا شدن یه درخت یه درخت هر چقدر تنومند سختره اصلا شدنی نیست جابجا کردنش و طبیعی این جابجا شدن گاهی شبیه قطع شدن این درخته مثل اینکه قطعه قطعه کردن و بالاخره جابجاش کردن اه. من احساسی رو که در واقع اگه بهش به واقعیتش نزدیک بشم شبیه همینه ولی رندی هنرمندانم کمک میکنه به من که از یک منظر دیگه بهش نگاه کنم و نسوزم آقای خسرو و آقای منفرزاده من دلم خواهد مسئله رو مطرف کنم هر دوی شما هنرمندا کسایی بودید که دوران کودکی من گذشته با اه، آهنگ بهاران خوش استفاده شما با های شما روی در و دیوارای تهرانی که من زندگی می کردم من مخصوصا بعد از جنگ بین ایران و عراق اونجا زندگی می کردم بعدها شما چندین بار تو مصاحباتون گفتید که من از نسل جوان نسخه می کنم توی حرفایی که شما زدید وقتی که از کشور خارج شدید همیشه گفتید که بعد محترم بشمارید من نظرم عوض شده حالا یه جور دیگه ای فکر می اما هر دوی شما الان خارج از کشور هستید حالا درست منم خیلی حادثه ای بیرون از کشور هستم اما اگر من مونده بودم تو اون کشور هنوز داشتم با کارهای هنری که شما دو نفر کردید سرکله میزدم و شما دو نفر اصلا نبودید که بگید که آیا همچنان پای اون کاری که اون سال کردید میستید یا اینکه نه عوضش میکنید چون هر جفتتون از کشور خارج شده بودید شما که 17 سال سکوت کرده بودید شما که کاراتون تو نمایشگاه لندن نمایش می‌ذارید من اگر نماینده نسلی باشم که با کارهای شما با هنرهای شما بزرگ شده تو امروز ازتون بپرسم ولی حالا شما دوتا نیستین نیستیم تو اون کشور خب ببینید من کوتاه بگم که من اگر دوباره زمان برگرد عقب همون مسیر رو که اومدم بیام برسم به بیستو بهمن مطمئن باشید همون کارها رو میکنم تردید ندارم اما گذشته زمان من نگاه کردم دیدم این کارهایی که کردم حاصل به جایی که به گل بنشینه به گل نشسته اینجاست که من پوزش میخوام چرا من چاله نکنده منار زدم؟ من میدونستم چی میخوام اون وضع رو نمیخوام بهترش میخوام ولی آیا من با آقای خسوجردی با دیگران تو اون جامعه میتونستیم تبادل نظر کنیم تا به یه میانگین خواسته بعد از این اتفاق برسیم که این به گل بنشینه نه اینجاست که من پوزش میخوام برای اینکه من به سهم خودم میدونستم چی میخوام رویا پروری کردم آرمان بودم اما نرسیدم به اون به این دلیل میگم تکرار نکنه نسل بعد این کار من رو و هنر به تنهایی هنر معترض به تنهایی هرگز نمیتونه کار احزاب و جای احزاب رو بگیره تا در ایران بذار اینجا بگم یه ماده آقای روحانی یا هر کسی دیگه ای رشادت کنه انسانیت کنه در حق اون جامعه ای که میدونیم چه هست یک ماده بذاره به جای منشور شهروندی و این پیشنهاد و این درازایی که نوشته شده یک ماده هست دفاع از آزادی بی و شرط سیاسی برای همگان حتی حزب الله همه آزادی سیاسی این یک اصل رو بذاره من فکر نمی کنم کسی دیگه نه زندان میتونه باز باشه نه دستگیری هست نه شکنجه هست نه اعدام هست نه تبعید هیچ چی نه جمع میشه با این یه اصل ولی این تا مستقر نشه خب هنر اومد ناگزیر یه جوون چیکار کنه خب شما خب خودتون نظرتون عوض شده یعنی فعال،, فعال بودین در واقع و الانم باز هم دوست دارین که جوانان هنرمند ما افکار اجتماعی یا منتقدانه داشته باشن میخوام اینم آقای تفصیل قطع کنم جا. نه من میگم احزاب باید اون کارا رو بکنن بله اون کارها به عهده فرهنگ و هنر بود که کارایی نداره جز کلیگویی جز... بلی نقد بکنن هنرمندان هنرمند که باید نقد بشه همه چیز و دولت و حکومت اول باید نقد و احزاب آزاد هستن همه احزاب نه چهار تا حزب انتخاب شده درست. اگر همه احزاب در ایران آزاد بشن هنر و هنرمند خودش میدونه انتخاب کنه هنر حزبی کار حزبی انجام بده نده درسته. خود دیگه کسی یقش رو نمیگیره سلیقش دوست داره میکنه و شما بین هنر حزبی و سیاسی تفکیک قائل شدین بله من درسته آقای خسرو شما چی ده. من فکر میکنم چیزی که یعنی واقعا تفاوتی که من بین نگاه های سیاسی یا ایدولوژیک و نگاه هایی که واقعا به اصالت فردی انسان برمیگرده یه واقعا یه تفاوت خیلی جدی قائلا و دوام اصلا اصالتا سر همین بوده که ما بنا نداشتیم که در واقع به تیتر انقلاب که زندانی سیاسی آزاد باید گردد و در واقع ظلم ز... ستیزی و اون ستی زندگی که معمولا جز شاخص های نگاه و نگرش اون همانده اجتماعی هست قرارمون این نبود که در واقع حاکمیت با تفکرات ایدولوژیک در واقع پی گرفته بشه و ادامه پیدا کنه قرار بر این بوده که سلامت رفتار در ایران به وجود بیاد برای ایرانی ها آزادی فراهم بشه نکته ای رو که آقای منفرزاد استاد بنده داشتن در واقع بهش اشاره میکردن کردن فاصله بین حاکمیت و مردم به صورت جدی بوده اساسا ما فکر می کردیم که جریانی که میتونه این فاصله رو کم بکنه جریان سیاسی نمیتونه باشه هنوزم معتقدم هیچ جریان سیاسی در ایران حداقل تا زمانی که بسترهای فرهنگی زیر ساختهای نگاههای عمیق و چند چی رو برای مردم ایران فراهم نکرده نگاههای در واقع حزبی نه نگاههای حزبی به شرط اینکه یک جامعه به بلوغ برسه به بلوغ فرنگی برسه حتما حزب مهمترین رکن دفاع از باورها و عقاید متنوع مردم خواهد بود ولی متاسفانه بعد از سی اندی سال من واقعا به این نکته برسم که فکر میکنم با این روش ره به جایی نمیبریم ما ره گم کرده این واقعا خیلی تاسف پاره ببین طریقت هنر واسه طریقت با طریقت در واقع سیاسی فرق میکنه با طریقت ایدولوژیک فرق میکنه ما به دنبال حقیقتیم بدون اینکه کسی قرار باشه از پیش برای ما دفترچه راهنمایی رو تهیه کرده باشه به ما بگه که حقیقت عبارت است از این و تو جز این نمیتونی به چیز دیگه فید کنی در واقع بحث حقیقت رو پیدا میکنی بله ببینید طریقتی که در هنر هست حالا به خصوص در رشته من ما اول آدم هستیم که پدیده هایی برای اون جلب توجه میکنند بعد سعی میکنیم که این پدیده ها رو بشناسیم ابتدا با تقلید شروع میکنیم و بعد کاملا وقتی تسلط پیدا کردیم در تغییرش اقدام میکنیم مثل هنر عینی و هنر ذهنی میمون حالا این تغییر رو ما در جهان ماورای ذهنیت خودمون میبینیم در جهان اینیت خودمون ببینیم در از هر زاویه و از من هر منظری نگاه میکنیم دقیقا جزو شاید واقعیت های انسانی ماست ما نماینده گونه های از این تنوع انسانی هستیم و حق داریم هنرمند حق داره به هر شکلی با هر آرمانی با هر عقیده کار خود شروع کن من, هر... من شما شما با این شما میخوام به عنوان اینکه شما دو هنرمند هستین میخوام ببینم شما جزو وظیفه اخلاقی یا حرفه‌تون میدونین که مثلا دارین میگین اتفاقی که دارین توی ایران میفته شما باش موافق نیستین شما باش موافق نیستین برای همین الان شما اینجایین فکر میکنین الان اینجایین هنوز وظیفه رو دارین که تأثیر گذار باشین یا فکر می‌کنین مخاطبتون از شما این توقع رو داره که شما حرف دل اونا رو بزنی یا یک کاری بکنین برای اونا ببینید من معتقدم که اصلا حرفی وجود نداره که ما بخوایم بگیم که حرف دل هم رو بزنیم متاسفانه ما یه در یک آنارشی اندیشه در یک بحران ندانم کاری و شاید بی چشمندازی بدون افق داریم حرکت میکنیم تأصف من واقعا برای جریانات مختلفی که شاید به ظاهر جریانات روشن فکری ایران هستن جریانات سیاسی هستن ما متاسفانه فرق هنوز هنوز تفکر قبیله ای داریم برای ملتی که از این منظر داره به دنیا نگاه میکنه هنوز استقلال پرسپولیس داریم یعنی <applause> هنوز ما قبل از اینکه من یادم بچه که جوامع دیگه هم دارن ها. نه ببینید حداقل اینه که باستن. اونها در در جوامع توسعه یافته این تفکر عوامانه و و کجندیش یا جزمندیش حاکمیت نمیکنه. ببخشید شما م... ببخشید من حرفتون رو قطع کنم این حرف دیدین اصلا میگین حرف مشترک وجود نداره که حالا ما هنرمندا هم میام همین بزنیم من دلم میخواد نظر شما رو بدونم آقای مانفرد زاده من اجازه از یه جایی شروع کنم خب حقیقت عزیزم گفت درست دنبال حقیقت و حقیقت ببینیم که یه آینه خورد شده چند هزار پار است تکش نزد هر کسی هست تعریفی از حقیقت بود بنابراین وارد اون نشیم و اخلاق باز مقوله جهان شمول یا ایران شمول نیست اخلاق درست. باز بستگی داره به خیلی چیزای دیگه یک تعریف معین نداره که انسان بیاد داره نسبیت نسب تفاوت داره اه. اخلاقی که حالا اسم نبریم آقای فلانی میگه اخلاقی که آقای ماندلا میگه اینا با هم فرق داره اینا هر دو رو... یا آزادی خواهی خب پس ما یه این پینگ پونگ دو سر داره جرم خصوص جدی بنابراین ما اون سر رو باید درست کنیم اینجا اروپا زندگیش روشنه اه. من امیدوارم روزی این تلویزیون یا تلویزیون های آینده به عمر من قد نخواهد داد که برنامه بذاره شبیه همین انتخاب آرتیست هنرمند آواز خوان که شرکر کنندش یک آدم با امامه و عبا باشه و اون انتخاب بشه و مردم بگن به به آره یعنی تبعیض نشه من همچین جایی من سوالم که شما به عنوان هنرمند نه نه ببینید شما به عنوان هنرمند یعنی <applause> با ابزاری که داریم دارین خواهن... نیست راهگشا شما چی فکر می‌کنی؟ نیست عزیزم. منظورم ابزار هنر آیا راهگشا برای اینکه اگر بود انقلاب اگر بود 22 بهمن حاصلش حکومت اسلامی استبدادی نمی‌شد. البته خب هنر تو اون تو اونم نقش نداشت؟ داشت. داشت. من همین میگم هنر نقش داشت. احزاب نبود. کار احزاب رو هنر خاص بکنه. نسته نسته بزر... شما, خیلی آقای خوز فعال بودین تو اون زمان یه خورده, یه خورده پیش دمینه بدیم برای مخاطبینی که نمیدونن و راجب همین مسئله راجب همین سوالی خورده اگه ببینید به نظر خب هنر اگر که باور داشته باشیم که زبان حال جهان پیدا و ناپیدای انسان معاصر هست و اتفاقا نگاه چند نه نگاه تکبود یا ایدولوژیک طبیعی که با توجه به مخاطب زیادی که هنرمند داره و اتفاقا هنرمند ها تو الان توی ایران تحصیل گذارترین جریان اتفاقا در این حال که سیاسی نیستن ولی وقتی در حوضای سیاسی هم وارد میشن طبیعیه که باز گوی سبقت رو میگیرن از دست دوستان و خیلی تأثیر من در این تأثیر گذاری شکی ندارم ام. اما چیزی که وجود داره این هست که بیماری سیاست زدگی انقدر در ایران شدت پیدا کرده که مثل آفت به جون همه پدیده افتاده به حتی به جون اقتصاد افتاده اگر که این فضا رو اتفاقا تا حالا میتونم بگم که بدتر از اون اینه که این جریان سیاسی جریان ایدولوژیکه اتفاقا حتی میتونیم بگیم که مقدمات این انقلاب رو هم تفکرات ایدولوژیک فراهم میکنه حتی مارکسیست ها خیلی تاثیر دارن برای اینکه این انقلاب در ایران صورت بگیره تاثیراتی است که روی بچه مسلمان ها که ما مثلا بودیم حتی تفکر اینها تاثیرات اینها به سایه انداخته بود و جوری که اصالتا ما بایستی به سیاسی باشیم خب من میخوام بگم اتفاقا نگاه با... از یه زوی... از یک منظر دیگه وقتی نگاه بکنیم به پدیده در واقع اعتراض لزوما این اعتراض حتما سیاسی نیست نکته ای که شما اشاره کردید یا شما من داشتم گوش میدادم که حالا اگر یه آدمی مثلا شما گفتید که اگر یه آدمی یه نقد اجتماعی میکنه لزوما این نقد اجتماعی باید سیاسی تلقی بشه نه واقعا اینطوری نیست برای که اصالتا انسان یه موجودی است که خلق شده برای اینکه در واقع تجربه بکنه خطا بکنه نقدش بکنه نقد رو اصلاح بکنه ولی یه ریتم کلاسیکی یا یه ریتم, یه ریتم آکادمیک لازم داره من اینجا به یه چیز اشاره بکنم ببینید تفا... ما هم... هیچ وقت نمیتونیم ما خودمون رو با اروپا مقایسه بکنیم برای اینکه در اروپا اولا اینا در ایجاد جریانات حالا حداقل یک باور مذهبی موحد مثلا پیشتاز بودن البته ما هیچ وقت چی میگن چند خدایی نبودیم ولی نوع مدلی که در واقع ادیان الهی به تعبیر متدینین میارن میکنن اینه که دین موسا و عیسی و محمد اینها خیلی ارگانایز شده عمل کردن و خیلی تاثیرگذارتر گذارتر بودن حالا بماند که بعدها چقدر ادیان گوناگون بوده و بود. در هاشیه های همین چقدر بوده و بود. همین الان هم چقدر تازگی داره برای خیلی از اتفاقات مذهبی که داره رخ میده برای مردم ولی نکته که وجود داره در اروپا تفکر مسیحی اقدام میکنه برای مقابله کردن با جریانات تند رو جریانات خیلی بسته مذهبی آسیبهایی که میبینه منجر میشه به یک تجدید نظر طلبی در حوزه دین و رونسانس به وجود میاد و این رونسانس منجر میشه اتفاقات جدیدتری میفته خردگرایی در واقع باعث میشه که اندیشه ها به جایی که به سمت نگاه شاعرانه صرف بره به زندگی خرد و اقلانیت انسان میاد تقریبا کلاس بندی میکنه عقایدی رو که حداقل قابل احترام قابل تکیه ما هنوز به مرحله نرسیدیم یعنی ام. ما هنوز عقایدی که بتونیم بهش تکیه بکنیم رو تا میایم باور اکی. کنیم یه عده زیر زیر صندلیش میگیرن میکشن میزن از زمین دوباره یه عقیده دیگه بله ولی بله، بله در واقع مشکل ما اینه, اینه که اگر برسیم واقعا به یه بلوغ انسانی حداقل این راهی رو که اروپا رفته ما با بیراهه... از طریق بیراهه بریم خب بخوام زود برسیم حداقل یه خورده خود که تا... این راه یه راهیه که حتما داره به صورت مستقیم و بالا میره شاید هر فرهنگی راه خودشون بله ببخشید من اگه بدین اینو من ببندم ببینید اگر که فرض رو بر این بذاریم که نکات ارزشمندی در فرهنگ اروپا وجود داره اه. که ما به هر صورت ما داریم ازش بهره برداری میکنیم هیچکس نمیتونه این کار بکنه حداقل تکنولوژی غرب و که در واقع به کمک خیلی از اتفاقا جریانات ذهنگرا هم حتی داره میاد اه. اه این غیر قابل این کاره ولی محصول ما به کار اینا نمیاد ما فعلا ماییم که محصول اینا رو خریداری میکنیم به هر شکل اه. ولی حد که بفهمیم این محصولی که اینقدر توسعه یافته است اینقدر تواناست از کجای ذهن انسان میاد از کدام باورش میاد آخه زیر ساختای نگاهی انسان اینگونه چی هست که میتونه این توانایی رو درش به وجود بیاره من فکر میکنم این کار ناپذیر خردگرایی یعنی اگر واقعا ما برای این که این آیتم ها رو که باید دونه دونه پیدا کنیم بکنیم سرکلیش های نگاه توسعه طلبی حداقل دقیقا اینکه که یه خورده باور کنیم و دست از خودستایی و برتری طلبی خودمون ورداریم و احساس نکنیم که ما ما ایم و بس غیر از ما هم کسی نیست که بگه که چه باید کرد من در مقام مرشدم و شما در مقام مرید بزنی مهم از همین سوال دقیقا از آقای محفرزادم بپرسم با امانی کسی که شما یک معترض سیاسی خیلی قدیمی هستین الان تو جامعه الان به خصوص فکرم داخلی ایران شما کسی رو میبینین که مثل شما واقعا از داره از این سیاست استفاده میکنه که حرفشو بزنه و داره مثلا فعالیت میکنه آخه از من میگم چرا باید اینو ببینیم من حرفم اینجاست که عزیزم گفت تأثیر هر هیچ کاری بی اثر تص... هیچ کاری بی تاثیر نیست اثر میذاره هر کاری در هر زمینه ام. چه تأثیری من گفتم هنرها نمیتونه اثر بذاره روی تغییر به سمت درست و بهبود جامعه بهبود از اون نظر که انسان انسان باشه شهروند حقوق شهروندی و تمام چیزا که میدونیم حالا وارد جزئیاتش نمیشه اون اثر رو هنر نمیتونه بذاره شما متعرض نمی‌شه من میگم اون نمی به تنهایی نمیتونه نه <applause> کار هنر اصلا اون نیست <applause> کار هنر تلتیف روحیه انسان هاست جامعه که بر اثر مخالفت های روی عقاید مختلف احزاب آزاد هستند صبح تا شب با هم مبارزه میکنن چون هر حزبی فکر میکنه اون درست ترین فکر رو داره اه. اون یکی مقابلش اون یکی مقابلش این این جدال اجتماعی که زی... زیباست و سازنده و پیشرونده و محصولش میشه همونی که ما میخریم محصولش رو مصرف میکنیم اون محصول اون وقتی که هنر تلطیف میکنه انسان روحی این انسان ها رو آرامش میده تلطیف میکنه که از باز فردا ادامه بدن به همین مبارزه شون هنر وظیفش جنگ نیست هنر وقتی که احزاب نیست نکته من اینجاست الان احزاب آزاد نیست خب این جوانی که تو ایرانه چجوری بگی آقای فلانی خانم فلانی این کار غلطه و این نقدی که میگیم ما نقد سرشاخه ها غلطه یعنی سرشاخه شما درخت سیب کاشته شده این سیب میده پیوند گلابی هم میتونی بزنی ولی دیگه تعجب نباید بکنی وقتی این سیب داده سیب رو میچینی سیب میده باز اگر میخوای این درخت سیب نده مثلا آلو بده و درخت آلو بکاری ما این مشکل ما با این عزیزم اشاره کرد این مورید و مرادی و تمام این فرهنگی که اونجا هست در بس چیز زیبایی نیست این رو باید بی تعصب بی توهین و حقوق هر کسی هست انتخاب خودشو بکنه اونجا ما یه تغییر بنیادی ما یه کجراهی رفتیم از تمدن از قافل بشریت ما تاریخ قدیمی داریم چی شده که ما افتادیم به قرن 21 به این روزی که یک حزب تازه بیاد حکومت کنه من اشکالا با یک حزبیه این یک حزب هر تفکر سیاسی ولی هنرمندی که اونجا داره کار میکنه و کار اربانیه. سیاسی نمیکنه قربانی آیا شما میگین اون اشتباه چه سیاسی بک بکنه چه نکنه اربانیه. هنرمند اونجا قربانیه کار سیاسی میکنه بی سمر بی اثر من عزیزم گفت اثر بله بله اثر <تصفح> اونی که من که نسخه دو. نمیتونم پیشنهاد انتخاب پیشنهاد اینه که بره که آزادی خواه بشه آزادی به واقعی ببینید اگر اگر آزادی رو تعریفی که 110 ده سال پیش انقلاب مشروطه باعث شد آزادی خواهی تو اون منطقه من ایرانه شروع میشه انقلاب مشروطه تاریخی ما جلوتر از اون منطقه ایم میاد آزادی میاد تا انقلاب شعار اصلی یک سوم شعار اصلی و اصلی آزادی بود خب چی شد این آزادی تعریفش چیه تعریف این آزادی میدونه چی بود دوره که من همون مقطع انقلاب میگم که من هوادار یه سازمان چپ بودم خب تعریف آزادی من بود من آزادی خودم رو میخوام نه آزادی ایشون رو نه آزادی شما رو اینجاست که آزادی خواهی رو اگر تعریفی که من اون موقع داشتم هنوز ادامه داشته باشه در جهان یک نفر پیدا نمیکنید که آزادی خواه نباشه آقای خمینی آقای ماندلو همه آزادی خواهند ولی تعریف آزادی خیلی رو باید دوباره باز بشه به نظر من آزادی دگر خواهی یعنی آزادی خواهی خب پس من دیگه هیچی نمیگم مرسی از هر دوی شما عزیزان واقعا خیلی ممنون از نظراتتون متشکرم از شما امیدوارم که ادامه پیدا کنیم ماجرا. خیلی ممنون. حالا نبوده ما ابی نداره ولی به هر بحث جاش با. منفرد و آقای منفردزاده سپاس گذارم واقعا محبت کردید من امیدوارم که بار به اصطلاح تحمیل شده به فرهنگ هنر ایران برداشته بشه از شونش تا آزاد باشن تو انتخاب هنرمندان و کاروازان هنر و فرهنگ و احزاب آزاد و سیا... سیاسی آزادی که میتونه این کار رو انجام بده به تا شانسی دیگر برای من باز میتونید شما به صفحه فیسبوک سمت نو بریم بحث رو میتونین اونجا ادامه بدین نظر خودتون رو بگین توقع شما از هنرمند مورد علاقتون چیه دوستان این حرف شما رو بازگو کنه یا نکنه منتظر نظرات شما است همچنان ما منتظر هستیم که انتقادات شما رو و همینطور پیشنهاداتتون رو بشنویم چه راجع به امشب و چه راجع به توقعی که شما از ما دارید برای برنامه های بعدی تا هفته دیگه همین شب همینجا ایام به کامتون